خب اوکی، این شخصی که ببینید آقای جیسن هستش که در یوتیوب با یک شخص دیگه که دوستشه به آقای کینگ رام به نام آقای کینگ رامین یک پادکست دارن به اسم مستی و راستی. حالا پیچیده است این ویدیو، مربوط به چیز هست، منشور هستش. من دیدم این شخص این جیسن در واقع بهش میشه گفت یک شخص کریتیکال تینکر، یک شخصی که میتونه از زوایای مختلف بدون سوگیری مسائل مختلف رو ارزیابی و بررسی بکنه. دیروز من روز من دیدم که ایشون خیلی خوب، من دارم میگم که الان دارن آلترناتیو جمهوری اسلامی رو دارن نشون میدن و سعی میکنن به خورد دیگران بدن و به وارد خورد ملت ایران بدن. خب وقتی فروپاشی شد ایران، خب اینا بیان بگن که آقا ما هستیم. ببین مسئله این چیه، مسئله این که مسئله این منشور رو این راستی بگم، این جیسن مادرش آمریکاییه، خب و پدرش ایرانی، سال هم تو هم تو تهران تو وزارت خارجه و چند جای دیگه، بعد سالها در همون سازمان ملل و اینا کار ترجمه انجام داده و خیلی تو باقه. حالا نگاه نکنید دریوری میاد اونجا میشینه و این شکلیه. اومد ارزیابی کرده توی این پادکست، من اومدم اصلا اینو معرفی کنم، این پادکست رو، این اپیزودو، اپیزود 260 مستی و راستی آی جیسون، خودش هم یوتیوب داره ولی حالا پادکستی نیست. خیلی نکات جالبی رو اشاره میکنه مربوط به اینکه متن انگلیسی با فارسی چقدر فرق میکنه و اینکه اون آدما توی اون منشور اومدن چیز اعلامیه جهانی حقوق بشر رو سند بالادستی در نظر گرفتن و ایران حرف میکنه. خیلی جالب، خیلی جالب شده که حتی فراتر از حتی خواب افرادی هستن که میخوان کاملا. خیلی من هیجان پیدا کردم اینو میگم، زبان مکاتبه ایران با زبان ایران متفاوته و این متن دست دوم در به اونجوری که نوشته شده نباید نوشته بشه. تو حالا اونو برگم به من بگو که اینطور نیست. حالا من اینجا که من کردم من خیلی جالبه، من میترسم هی پلی بکنم یوتیوب اشکال بگیره. خبر روزنامه نگار تحقیقی میذاری تو بیپوشی و اینکه می نگاه میکنی که این شرکته مثلا 6 ماه پیش یه دونه گرانت برده، یه پولی گرفته که بیاد مثلا برای در مورد مسائل موشکی ایران در بگو خلیج فارس و ربط اون به بازار نفت و اینا تحقیق بکنه. تو خودت ها، یعنی اونا به تو نمیگن، اونا به تو میگن ما یک شرکتی هستیم که ترجمه میکنیم برای انواع اقسام افراد، اصلا ما مترجم هستیم و در عمل داریم واسه CIA کار میکنیم، خب و در عمل واسه اطلاعات ارتش داری کار میکنیم و در عمل داری واسه دانشگاه ارتش کار میکنیم. من دارم به تو میگم که تو هر کاری که تو واشنگتن دی سی میکنی جز یک آلترناتیو اجنداست. تو تک تک بندهایی رو که نگاه میکنی این بنده رو میخوای تموم میشه، باید بری پشتش ببینی که آلترناتیو اجنداها چی ان، اجندای پشت سری چی ان. راست یه مفهوم دیگه هم هست، آلتریور موتیو، انگیزه پنهانه. این چیزی که داره میگه یک چیز دیگه ایه، خب اون در عالم مفهومه، این در عالم واقعیته. بحث فلسفیش پیچیده است اما هم بحث معمولیش از این منشور رو ایشون اومده با این شخص دیگه بررسی کردن. میتونید من لینکش رو میذارم در کامنت اول و در انتهای این ویدیو و در این قسمت بار اونجا اون قسمت پخش میشه اونور اینجاها میاد، میتونید بهت ببینید کسایی که مثلا منشور و اینا رو خیلی چیز دارن. آقای جیسن شمس پادکست کینگ رام مستی و راستی، حالا خودش نیست، خودش زیاد عقل تحلیلی اینجوری نداره ولی آقای جیسن داره. جیسن یاد داری راجع به ویترین صحبت میکنی که من تو موافقم ویترینش برای یک سری افراد در این طمع، در این تشنگی که تو ازش صحبت میکنی برای برنامه، من موافقم زیاده، من موافقم مردم اینو میخوان، من موافقم در این طمع ویترینش و اندازه‌ای قشنگ هستش که این کار دستی ترم سوم دانشگاه ما رو یکی قبول بکنه.
من با تو موافقم. اکثر آدما حالا دوست داری بیشتر راجع به ویترین صحبت بکنی. تو میگی قشنگه. واسه تو میگی قشنگه که محتدی با این بگی من با تو هم پیمانم. نه قشنگ نیست. اتفاقا به جریانات داری صحبت میکنی. تو جامعه ای که این همه دو قطبیه، همه با هم بدن، همه دارن با هم خیلی جالبه. من نمیتونم پلی بکنم به خاطر این پیش از این، به خاطر اینکه استرایک کپی رایت استرایک میگیره، شاید تو دستسی من بهش قطع باشه که بگم برش داره. حالا بعدم اصلا خواستنش در ایجاد پایبای من خیلی خوبه. حالا بعدم حالا در مورد سیاسی نه، حالا در مورد موجودات فضایی و این چیزا میخوام باهاش اگه بشه بعدم گفتگو بکنم. دیدگاهی جالبی داره در مورد آینده نسل بشر مثلا اینا، اگه بشه بعدن این کار رو انجام میدیم. ولی خب این خواستم معرفی بکنم این اپیزود رو که مربوط به منشور هستش، که این منشوری که نوشتن و ایشون اومده ارزیابی کرده، نقدای دقیق و درستی هم داره و سوگیرانه هم نیست، بایاس نداره تقریبا و تحلیلیه دیگه. همین این خواستم معرفی بکنم. امروز هم آخر اسفند سال 1401 هست، 27 فعلا همگی خدافظ.